آمریج، اولین وزیر امنیت آمریکا، و هواردین، رئیس پیشین حزب دموکرات. میانه‌رویی در رژیم ملایان در ایران یافت نمی شود. ملایان به صدور تروریسم ادامه می دهند. حسن روحانی هم تابع رهبر رژیم آخوندهاست. آمریکا و سازمان ملل باید به وعده هایی که به اشرفی ها داده اند عمل کنند و حمایت از ایرانیان برای نیل به دموکراسی باید سیاست آمریکا در قبال ایران باشد. رول کال، نشریه تحلیلی کنگره آمریکا، مطلبی به قلم هواردین، رئیس پیشین حزب دموکرات آمریکا، و تام ریج، اولین وزیر امنیت داخلی ایالات متحده، در رابطه با انتخاب آخوند حسن روحانی رئیس جمهور جدید رژیم آخوندی منتشر کرده. در این مقاله که روز 9 مرداد 31 ژوئیه منتشر شده است، دعوی تغییر از درون رژیم به سخره گرفته شده و آمده است. مذاکره کنندگان آمریکایی و اروپایی به دنبال مدره در رژیم ایران هستند تا موضوعاتی مانند تسلیحات اتمی، تحریم‌های بین‌المللی علیه این رژیم و یا مداخلات این رژیم در عراق و بسیاری امور دیگر را با ملایان مورد بحث قرار دهند. اما از هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی تا محمود احمدی نژاد و حالا حسن روحانی، همه کسانی که در این رژیم روی کار آمدند تحت سلطه خامنه ای بودند. آنها اسامی گوناگون، شخصیت‌های مختلف و روش‌های مختلفی دارند، ولی یک چیز در همه آنها مشترک است: تمامی آنها بالمعال تابع خواست‌های رهبر رژیم هستند. در حالی که غرب به این جستجوی بیهوده ادامه می‌دهد، ملایان به ایجاد تروریسم و به صدور تروریسم در سراسر جهان ادامه می‌دهند. از رژیم اسد در سوریه و از حزب الله در لبنان حمایت می‌کنند و با مداخلات فزاینده در عراق سهمی بیشتر از آنچه که آمریکا دارد به دست می‌آورند. 20 سال بعد از پایان جنگ ایران و عراق، هنگامی که آمریکا دولت صدام حسین را سرنگون کرد و دولت جدیدی را در بغداد بر سر کار آورد، اینطور به نظر می رسید که این رژیم ایران بوده که به کمک یک اشتباه عظیم در سیاست خارجی آمریکا برنده اوضاع شده است. تام ریج و هاواردین در مقاله مشترک خود می افزایند: به نظر می رسد که دولت نوری مالکی به ضرر مردم عراق که خواهان دموکراسی هستند و به ضرر ایرانیان مستقر در اشرف که تا سال 2011 توسط آمریکا حفاظت می شدند، یک دولت تابع رژیم ایران است. کسانی که به طور خاص در معرض خطر مداخلات رژیم ایران هستند، 3200 مخالف این رژیم که برای بیش از ربع قرن به صورت صلح‌آمیز در اشرف در شمال بغداد مستقر بودند. آنها که در پایان 2011 با وعده سازمان ملل و آمریکا برای تأمین امنیت و انتقال سریع به کشورهای ثالث به لیبرتی جابجا شدند، پس از 2 سال اکنون از تمام حقوق پایه‌ای خود محروم شدند. و بدتر این که هدف حمله موشکی از جانب ملایان حاکم بر ایران و عواملشان قرار گرفتند که 10 کشته و 170 مجروح بر جای گذاشته است. آخرین این حملات در ژوئن امسال صورت گرفته است. در پایان مقاله مشترک هاواردین و تام ریج در رول کال آمده است: جستجو برای میانه رو در رژیم حاکم بر ایران بیفایده است. میانه روی در این رژیم وجود ندارد. انجام قولهای داده شده توسط سازمان ملل و آمریکا به ساکنان لیبرتی و حمایت از مردم ایران که به دنبال دموکراسی در کشورشان هستند باید سیاست آمریکا در قبال ایران باشد.